به نام خداوند بخشنده مهربان، پیامبر صلی الله علیه و سلم یک معلم و پرورش دهنده و سرمشق نیکو در خانه و زندگیش بود. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، در جای دیگر می فرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یقینا پیامبر از میان خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما بر او دشوار است و بر هدایت شما سخت اصرار دارد، نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. گواهی می دهم که نیست معبود بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. یا الله بر او و بر آل و اصحاب او و بر کسانی که تا به روز جزا از آنان به وجه احسن پیروی می کنند درود و رحمت و برکات خیش را نازل بفرما. اما بعد، خداوند متعال پیامبر خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را بر همه مخلوقات برگزید و سینه مبارک او را شرح نمود و جایگاه و منزلت او را عالی ساخت. ذکر او را بلند کرد و با عطای همه صفات کامل بشری بر او احسان گذاشت. پس او صلی الله علیه و سلم در میان مردم اخلاق کامل، نفس پاک، قلب مطهر، فکر عالی و برخورد نیک دارد، طوری که خداوند متعال می فرماید و اینک لعلی خلق عظیم، یقینا تو ای محمد بر اخلاق خوی بسیار عظیم و والای هستی. و کسی که در باره زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم تأمل و تفکر نماید در میابد که واقعا او بهترین الگو و سرمشق نیکو برای همه بشریت بوده است، چون خداوند متعال می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یقینا برای شما در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم سرمشق نیکویی است برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند و الله را بسیار یاد می کنند. پس می بینید که او بهترین شوهر، بهترین پدر و بهترین پدر بزرگی بود. با ویژه وقتی خود او صلی الله علیه و سلم می فرماید بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهترین باشد و من بهترین شما برای خانواده خود هستم. و چقدر زیبا می شود این که بر چیزی از اخلاق او صلی الله علیه وسلم در خانوادهش و برخوردنی که او با اهلش واقف شوم. چنانچه همسرش حضرت خدیجه رضی الله عنها در وصف او صلی الله علیه وسلم می گوید بی تردید تو صله رحم داری، مسئولیت را تحمل می کنی، فقیر را مال می دهی، مهمان را احترام می کنی و بر مشکلات و مصائب حق مردم را یاری می رسانی. او صلی الله علیه و سلم بعد از وفات حضرت خدیجه رضی الله عنها وفا به او را حفظ می کند. از جمله اخلاق او صلی الله علیه و سلم روایت شده که پیرزنی به او به زیارت او می آمد، پس در مقدم او از جا می خواست و مقدم او را می داشت. پس روز حضرت عایشه رضی الله عنها راز احترام او را جویا شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ فرمود این زنی است که زمانی زنده بودن حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به زیارت ما می آمد و همانا نیک رفتاری بخشی از ایمان است. و او صلی الله علیه و سلم در توصیف مادر مؤمنان حضرت خدیجه رضی الله عنها می فرمود خداوند عوض بهتر از او را برای نداده است، چون او وقتی به من ایمان آورد که همه مردم به نبوت من کفر می ورزیدند و وقتی او را مرا تصدیق کرد که مردم تکذیبم می کردند، وقتی مال و دارایی خویش را به من داد که مردم مرا از مال محروم کرده بودند و خداوند متعال از او به من فرزند عطا نمود.
همچنین او صلی الله علیه و سلم اهل و خانواده خود را در ضروریاتشان یاری و همکاری میکرد. چنانچه حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس خود را میدوخت، کفش‌های خود را تنظیف و پاک میکرد و مانند دیگر مردان در خانه خود کار میکرد. و از حضرت عایشه رضی الله عنها پرسیده شد پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه خود چی کار میکرد، گفت همیشه در مدد و کمک اهل خود بود. پس هرگاه وقت نماز میشد وضو میکرد و برای ادای نماز بیرون میشد، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با تخصیص وقت برای خانواده خیش تلاش میکرد تا خوشنودی را برای اهل بیت خود به ارمغان بیاورد و از جمله آن وقت شب میشد احیانا همراه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها گشت میزد و سخن میگفت. و دختران او صلی الله علیه و سلم از احسان و اکرام او نصیب بیشتری داشتند، طوری که دختر او حضرت فاطمه رضی الله عنها وقتی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میآمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکان خویش ایستاده میشد و دستان او را میگرفت و او را میبوسید و در جای خود مینشاند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی نزد او میرفت، او با قدم پیامبر صلی الله علیه و سلم میایستاد و دستان مبارک او را میگرفت و او را میبوسید و در جای خود مینشاند. حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد او بودند، پس حضرت فاطمه رضی الله عنها آمد، طوری راه میرفت که رفتار شبیه رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را دید به او خوش آمدید گفت، فرمود خوش آمدید دخترم. سپس او را در پهلوی خودشان ستایش مخصوص ذاتی است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران و مرسلین سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او. پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بهترین پدر بزرگ برای نوادگانش بود. آنان را گرامی می داشت و با آنها مهربانی و لطف می کرد و از آن جمله روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنرانی می کرد، حضرت امام حسن و حسین از پیش روی او تیر شدند. وقتی به سجده می رفت او را به زمین می گذاشت. همچنان او صلی الله علیه و سلم به زینب دختر همسرش حضرت ام سلمه رضی الله عنها بازی می کرد و با تکرار ای زینب ای زینب می گفت. پس ما چقدر نیاز داریم تا در همه امور زندگی خیش با پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اقتدا کنیم، چون او صلی الله علیه و سلم مهربان ترین مخلوق برای مخلوقات، گرامی ترین آنها، رستگو ترین آنها، با عدالت ترین آنها و دلیل ترین آنها بود و این سرمشق گیری و اقتدا به او دلیل محبت و دوست داشتنی او صلی الله علیه و سلم است. چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که ترجمه اون آیه است، بگو اگر الله را دوست می دارید پس از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را برایتان عفو کند و الله جل جلاله عفو کننده و مهربان است. باری خداوند پیامبر صلی الله علیه و سلم را سرمشق نیکوی ما بگردند.